آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند. شب و روزای بی کسی نشستند که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق. سال که شود روز جمعه جمع شویم دعای ندبه بخواد. منتظران و ندبه خوانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند. بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. دعای ندبه با داستان انبیای الهی آغاز میشه. هر کدوم از انبیا با یک اشاره ای از قصه زندگیشون اسمشون مطرح میکنه. اولین پیغمبری که ازش یاد میشه حضرت آدم علیه السلام. دومین پیغمبری که تو دعای ندبه بهش اشاره میشه حضرت نوح علیه السلامه. و بعضون حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکت برحمته. خب داستان حضرت نوح رو همه میدونیم. خدا به حضرت نوح امر کرد که یک کشتی بزرگی بسازه، چون وعده داده بود که طوفانی خواهد فرستاد که همه عالم رو فرا میگیره و فقط کسایی نجات پیدا میکنن که تو کشتی نوح باشن، و اتفاقا همینم شد. خدا با داستان نوح داره به ما میگه بدونید طوفان همیشه هست، در هر دوره فتنه ها و بلاهایی میاد که هر کس سرپناهی نداشته باشه هلاک میشه. این طوفان ها اونقدر سنگین و مهلک هستن که به سادگی نمیشه ازشون در امان. باید کشتی نوحی باشه تا بتونی نجات بده. هر پناهگاه دیگه‌ای در مقابل این فتنه ها دوامی نداره. وقتی نوح پسرش رو دعوت کرد که بیا به کشتی من وگرنه هلاک میشی، گفت من میرم بالای کوه و نجات پیدا میکنم. اما سیلاب به بالای کوه هم رسید، به پسر نوح هلاک شد. یعنی بدونید وقتی طوفان فتنه به پا میشه هیچ راه نجاتی نیست به جز کشتی. این فرمایش از وجود مقدس آقا رسول مکرم اسلام زیاد آمده که اهل بیت من همانند کشتی نوح هستند و برای نجات امت هستند. مثال اهل بیت من مثال کشتی نوح. من رکبه ها نجا و من تخلفه انها غرق. هر کی سوار شد نجات پیدا کرد و هر کی هم که سوار نشد غرق میشه. وقتی که رسول خدا فرمود که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، یه پیام دیگه هم تو دلش نهفته است. رسول خدا خیلی لطیف دارن به مردم میگن مردم بعد از من قرار طوفان بیاد، مردم بعد از من قراره که بلا نازل بشه، قرار طوفان بیاد. اما بدونید خدا قبل از اینکه طوفان بفرسته کشتیشو ساخت. این اهل بیت من کشتی نجات، هر کی سوار بشه نجات پیدا میکنه و هر کی هم سوار نشه خودشو بدبخت کرد. در دوران ما هم طوفان بلاها و فتنه ها بیداد میکنه. فقط و فقط کسانی نجات پیدا میکنن که در کشتی نجات اهل بیت علیهم السلام باشن، و امروز سکاندار این کشتی وجود مقدس صاحب الزمان علیه السلام است.
هر کس دستش رو بده به دست حضرت، حضرت ازش دستگیری کنه، هر کس به درگاه اون آقا التجا کنه، هر کس خودش رو بسپره به امام زمان، امام زمان حفظش میکنه، وگرنه هیچ چیز دیگه نمیتونه نجاتش بده. این زمانم فرمود اگر نجات میخواید پیدا کنی، در خونه امام زمان دعا بر فرج حضرت، توسل به حضرت، نجاتمون بده، حفظمون کنه، خودمون و زنمون و بچه‌هامون و فامیلمون و رفقامون رو حفظ کنه. همه چی در ولایت، همه چی در امام زمان است، امام عصر، او باید حفظ کنه. امام عسکری فرمود که این زمان زمانی است که از هلاکت کسی نجات پیدا نمی‌کنه الا اینکه متوجه امام زمان بشه، متوسل بشه و موفقش بدارد خدا به دعا بر فرج اون حضرت. جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون تویی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد، روز وصلت به منه. ندبخانی های اهل انتظار سیر است، سیر امتحانات پیامبران الهی که رسیده است به خاتم پیغمبران تا آدینه ظهور. سیر است صبر بر تاریکی شب غیبت تا ظهور صلاحت صبح.